جویباس گرفتم باش بریم نوشیدنی بزنیم. آقا اولین چیزی که میخوایم حدود 10 تا دونه ریواس رو میخوایم، سراش رو میزنیم و اصاراش رو میگیریم. یه 7-8 دونه گوجه سبز رو له میکنیم که هستنش رو بتونیم جدا کنیم. خب این از گوجه سبز ها هستنش رو جدا میکنیم، میره داخل شیکر. گوجه سبز هم رو که له کردیم داخل شیکر میندازیم. دو تا پینچم نمک میخواییم چیم پودر که لای این دو تا انگوشی ها میشه. دیگه لزومی نداره برای نمک به کشورهای دیگه متکی باشیم، چون یک منبع نمک تموم نشدنی برای خودمون پیدا کردیم. شروع میکنیم به مارک کردن یه له کردن کامل گوجه سبز. آقا یا آلوچه ها، خیلی به این میگن آلوچه، من فرقش رو نفهمیدم. تمام آقا کامل لهشون کردیم. 40 سی سی هم سیروپ گواوا میخواییم. حالا هر سیروپی که دلخواه بخواید میتونید تهیه کنید از سوپرمارکت یا لوازم قنادی ها و استفاده کنید. یه تیست ترشی داشته باشه سیروپتون، خیلی خوشمزه‌تر میکنه. یه نمیمو ترش میخواییم، استوارش رو میگیرم داخل شیکرمون لیمو ترشمونه. خب بریم سراغ اصل کاری، آب ریواس یا اصاره ریواس. 150 سی اضافه میکنیم. چه بوی داره بود خالیشو نمیخوای تست کنی؟ خیلی خوشمزه است. حدود 7-8 تا کم یخ میخواییم داخل شیکر میریزیم، مونتاژ میکنیم، شروع میکنیم به شیک کردن موادمون با هم دیگه. به کمک دو تا صافی میریزم یا استرینر که هیچ مواد دیوپالتی از داخل شیکر داخل لیوانم ریخته نشه. کل مواد رو خالی میکنیم. آقا یخ کرش یا پود شده میخوای اگه توی خونه نداشتید با یه چکش یه دونه گونی میتونید یخ رو بریزید و بکوبید که خود شه و پودروی بشه بتونید استفاده کنید. ما بقیه لیوانو یخ پود شده یا یخ کرش اضافه میکنیم تا لیوانمون کامل پر بشه. احتیاج به سودا و اینا هم نداری چون خود نوشیدنیه خیلی غلیظه، یخه به مقدار کافی رقیقش میکنه و عالی میشه. واسه گارنیشم من از ایزومالت رنگی استفاده میکنم، هم رنگ نوشیدنیم تقریبا کام هم استفاده میکنیم. آموزش اینم میذاریم تو این هفته. اینم یه ریواس واسه نوشیدنیمون.